یکی از زیباترین پرندگان جهان. زیباترین پرنده جهان کدام است؟ چی کسی میتواند به این سوال پاسخ دهد؟ هیچ کس، زیرا اکثر پرندگان دنیا زیبا هستند. با این حال برخی از گونه ها قطعا داروی ویژگی های قابل توجه هستند که میتواند از بقیه برتر باشد. این ویدیو در پرنده زیبای جهان را مشاهده خواهید کرد که زیبایی قابل توجه دارند. لطفاً این ویدیو را تا آخر تماشا نمایید. پرنده شماره 10، ماکو سنبل. ماکو سنبل بزرگترین گونه از گونه های پرنده توتی در جهان است که 100 سانتی به طور قابل چشمگیر طول دارد. آنها در مناطق نیمه باز و علفزارهای ساوانا در شمال برزیل زندگی می کنند. جمعیت آنها در چند سال اخیر کاهش یافته است. امروز کمتر از 5000 ماکو سنبل در جهان باقی مانده است. شکار و از دست دادن دستگاه یکی از تهدیدهای اصلی سنبل ماکو هستند. علاوه بر اندازه بزرگ، ماکو سنبل به خاطر پرهای آبی که با حلقه های زرد روشن در اطراف چشم دارد بسیار مشهور است. با توجه به این رنگ بندی خیره کننده، ماکو سنبل را ماکو آبی نیز می نامند. آنها همچنین دارای دم بلند، زیبا و منقار سیاه قوی و منحنی هستند. ماکو سنبل با آموزش مناسب می تواند یک پرنده خانگی عالی باشد. برای راحتی آنها باید فضای زیادی نیز به آنها بدهید. آنها بسیار بازیگوش هستند و مانند برخی دیگر از اعضای خانواده ماکو در تقلید کلمات چندان خوب نیستند. شما باید از لاحیه قدرتمند سنبل ماکو آگاه باشید. نمیتوان تضمین کرد که آنها حتی با مراقبت و آموزش مناسب شما را گاز نخواهد گرفت. ماکو سنبل ها هر زمانی که در یک گروه هستند میتواند صدای بسیار بلندی داشته باشند. پرنده شماره 9، مرغابی چوبی. مرغابی چوبی احتمالاً رنگارنگ ترین پرنده آبی در جهان است. پرنده نر دارای سر و تاج فلزی و سبز مایل و ارغوانی است. شکم آنها سفید و سینه آن قرمز تیره است. در امتداد گردن نوارهای باریک سفید و جذاب دارند. بالهای آنها رنگ آبی و سیاه ترک شده است. مرغابی های چوبی مرده به اندازه نرها رنگارنگ نیستند. آنها سر خاکستری مایل و قهوه‌ای، شکم سفید و سینه های خالدار و سفید دارند. پرنده نر از پرهای رنگارنگ خود برای جذب پرنده ماده در فصل تولد موسم استفاده می کند. مرغابی های چوبی در باتلاق ها، مرداب های جنگلی و نهرهای سرتاسر آمریکای شمالی زندگی می کنند. آنها دارای رنگ و شکل های منحصر به فرد می باشند. مرغابی های چوبی نیز یکی از قابل تشخیص ترین پرندگان در آمریکای شمالی هستند. اما برخلاف سایر پرندگان آبی، مرغابی های چوبی در سوراخ درختان دانه می کنند و گله ها را تشکیل می دهند. پرندگی شماره 8، بهمه واکسینگ. بهمه واکسینگ یک پرنده آوازخوان با جوسه متوسط، سر کاکلی مشخص و نقاب سیاه است. آنها به طور کلی خاکستری مایل به قهوه‌ای هستند و بالها دارای لبه سفید و زرد هستند. بنابراین بهمه واکسینگ یکی از زیباترین پرندگان رهگذر در جهان است. بهمه واکسینگ در جنگل‌های سراسر آمریکای شمالی و اوراسیا بیشتر در کانادا و آلاسکا زندگی می‌کنند. در زمستان آنها در گله‌های بزرگ به مناطق شمال غربی ایالات متحده مهاجرت می‌کنند. روی شاخه‌های درخت لانه می‌سازند. هر دو مؤنث و مذکر بهمه واکسینگ به خاطر سرای بلندشان معروف هستند. آنها عمدتاً از حشرات و انواع توت‌ها تغذیه می‌کنند. پرنده شماره 7، جی آبی. پرندگان جی آبی یکی از باهوش‌ترین و زیباترین پرندگان جهان هستند.
آنها در سراسر جنگل‌های شرق و مرکز آمریکای شمالی یافت می‌شوند، یابی داروی پرهای خیره کننده سفید و سیاه هستند. باروسترین ویژگی این پرنده آوازخوان صداهای پرسروصدای جی جی آن است. آنها همچنین می‌توانند ندای از گونه‌های پرندگان دیگر را نیز تقلید کنند. علاوه بر ظاهر برجسته‌شان، یابی‌ها به دلیل هوش و ذکاوت خود مشهور هستند. آنها ممکن است لانه و تخم نورهای دیگری را بیرزند. جیهای آبی نیز صدای شاهین را تقلید می کنند تا پرندگان دیگر را فریب دهند. گفته می شود که در اسارت نیز می تواند گفتار انسان و صدای حیوانات خانگی دیگر را تقلید کنند. جی آبی پرندگان اجتماعی هستند که در گله های کوچک یافت می شوند. اما در زمستان هنگام مهاجرت به جنوب آنها گله های بزرگ از سطح جی آبی تشکیل می دهند. رفتار مهاجرت آنها هنوز در میان دانشمندان یک راز باقی مانده است. همه پرندگان آبی در طول زمستان مهاجرت نمی کنند. برخی از پرندگان در قلمرو طبیعی خود باقی می مانند. همه جی آبی هر سال مهاجرت نمی کنند. پرنده شماره ششم آتلانتیک پافین. آتلانتیک پافین یک پرنده دریایی کوچک و سازگار است که در سراسر سواحل شمال ایالات متحده و شرق کانادا یافت می شود. آتلانتیک پافین ها به دلیل داشتن رفتار بزرگ و چند رنگ و رنگ پنگوین مانند آنها به عنوان کتی دریایی نیز شناخته می شوند. پافین ها بیشتر عمر خود را در دریا می گذرانند. پرهای مقاوم آنها در برابر آب بدن آنها را هنگام شنا گرم نگه می دارد. آنها برای شنا روی سطح و زیر آب بالهای خود را تکان می دهند. آتلانتیک پافین ها قابلیت رانندگی بسیار خوبی دارند. آنها می توانند در غواصی تا 60 متر برسند. آنها معمولا مارماهی های شنی، کاپین ها و هیت ها را شکار می کنند. پافین ها نیز پرواز های بسیار خوبی دارند. آنها می توانند با بال زدن تا 400 بار در دقیقه به سرعت 55 مایل در ساعت برسند. آنها هر تابستان و بهار در جزایر شمال اقیانوس اطلس پیداد نیسل می کنند. آنها با استفاده از پرها و علف ها در روی صخره ها لانه می سازند. پافین مورد فقط یک تخم دارد و 45 روز طول می کشد تا به جوجه تبدیل شود. پافین ها پس از اینکه جوجه از تخم خارج شد، لانه را برای گیاهان غذا برای جوجه خود ترک می کنند. ماهی های کوچک را برای جوجه های خود می آورند. آتلانتیک پافین ها می توانند بین 10 تا 30 ماهی را در نظر مقای بزرگ خود بار کنند. پرنده شماره پنجم، منقار توکان. منقار توکان یکی از پرندگانی است که شگفت انگیزترین منقار را در جهان دارد. منقار آنها بزرگ و چند رنگ دارد که طول آنها به 20 سانتی متر می رسد. منقار توکان به دلیل رنگارنگی و توکان منقار رنگین تمامی نیز معروف است. منقار آنها مخلوطی از رنگ سبز، قرمز و زرد است. با وجود ظاهر سنگین، منقار توکان نمخالی و سبوک است که از یک نوع پروتئین به نام کراتین ساخته شده است. نرهای منقار توکان از منقار بزرگ و رنگارنگشان برای جذب ماده در طول فصل تولید مثل و همچنین به عنوان یک سلاح دفاعی استفاده می کند. این پرنده زیبا در جنگل های سراسر آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می کند. طول آنها 20 سانتی متر و وزن آنها به 4 کیلوگرم می رسد. پرهای آنها بیشتر سیاه و با گلو و سینه زرد است. منقار توکان ها به دلیل بادهای رنگینشان پروازهای ضعیفی دارند. آنها فقط با پریدن بین شاخه های درخت می تواند حرکت کنند. منقار توکان پرندگان بسیار اجتماعی هستند. آنها گله های کوچکی را تشکیل می دهند که شامل حداکثر 30 پرنده می باشند. آنها در سوراخ های طبیعی یا دارکوب در درختان زندگی می کنند. رژیم غذایی آنها عمدتاً شامل حشرات، مارمولک ها و تخم مرغ است. پرنده شماره چهارم طاووس. طاووس در واقع نام پرنده نر از خانواده طاووس است. سه نوع طاووس در جهان وجود دارد. طاووس هندی، کنگو و طاووس سبز. طاووس هندی رایج‌ترین نوع طاووس است. در سراسر جهان یافت می شود.
تابوت های نر و خاطر نمایش رنگارنگ پرها و دوم رنگین کمانی خود مشهور هستند که به تابوت با 5 فوت میرسند که آنها را به یکی از بزرگترین پرنده های پردار در جهان تبدیل میکنند. در واقع دوم بلند تابوت 60% خود کل بدن آن را تشکیل میدهند. نمایش رنگارنگ پر و دوم تابوت احتمالاً زیباترین نمایش خواستگاری در میان خانواده های پرندگان است. در نمایش خواستگاری تابوت پرهای دور عظیم خود را برای نمایش نقش ها و فخال‌های چشمی رنگارنگ باز میکند. برخی از تابوت ها دوم دراز و خال‌های چشمی بیشتر نسبت به بقیه دارند. تابوت های ماده تابوت با دوم دراز لکه های چشمی بیشتر را انتخاب میکند. بسته به زاویه با تاب نور رنگ پرهای دوم تابوت متفاوت به نظر میرسد. پرنده شماره 3 فلامنگو. فلامنگو احتمالاً شناخته شده ترین پرنده مرغ سوار در جهان است. پرهای خیره کننده قرمز بنفش فلامنگو را در میان پرندگان خاص می کند. 6 گونه مختلف فلامنگو در جهان وجود دارد. آنها در همه قاره ها به جز قطب جنوب یافت می شوند. فلامنگو بالغ با 4 تا 5 فوت است. وزن آن تا 3.6 کیلوگرم است. گردن آنها بلند و لاغری است و منقار متمایز به سمت پایین و خمیده دارد. پاهوی فلامنگو نیز بسیار بلند است و اندازه آن بین 30 تا 50 اینچ است. پاهوی بلند منقار مخصوص به آنها اجازه می دهد تا ماهی های کوچک و پلانکتون ها را از گل سید کنند. فلامنگو ها در مستعمرات بزرگ زندگی می کنند که شامل هزاران عضو هستند. رنگ قرمز و بنفش چشمگیر آنها دلیل غذایی است که می خورند. رژیم غذایی آنها عمدتاً شامل نیروهای آب، نمک، پلانکتون و جلبک سبزی آبی است. فلامنگو همچنین ساعتها صرف روغن کردن پرهای خود از قدرت ویژه استفاده می کند. این به آنها کمک می کند تا پرهای خود را همیشه در شرایط خوب نگه دارند. پرنده شماره 2 توتی سرخ دم بلند. توتی سرخ یکی از زیباترین و بزرگترین اعضای خانواده توتی است. آنها در جنگل‌های مرطوب و همیشه سبز در سراسر آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می‌کنند. آنها به دلیل پرهای رنگارنگ خود مشهور هستند. آنها داروی پرهای سرخ روشن با پوشت آبی می باشند. بالهای آبی آنها زرد و داروی لبه های سبز است. منقار قوی خمیده یکی از ویژگی های قابل توجه توتی سرخ است. قسمت بالای آنها مایل به سفید و نوک آن سیاه است. طول یک توتی بالغ بین 80 تا 90 سانتی متر و وزن آن 1.5 کیلوگرم است. آنها پرواز کننده های بسیار خوبی هستند و می توانند به سرعت 35 مایل در ساعت برسند. توتی های سرخ برای مدت طولانی زندگی می کنند. میانگین طول عمر آنها 40 تا 50 سال است. گفته می شود که توتی های سرخ می توانند تا 75 سال عمر کنند. توتی های باشکوه نیز جزو باهوش‌ترین پرندگان جهان هستند. به اسارت به راحتی می توانند کلمات، صداها و ترفندها را یاد بگیرند. گفته می شود که یک توتی سرخ به خوبی آوازش دیده باشد حتی می تواند رنگ ها و شکل ها را تشخیص دهد. توتی های سرخ بسیار پرسر و صدا هستند. آنها انواع مختلف از صداها مانند صدای جیغ و جیغ را تولید می کنند. رژیم غذایی آنها عمدتاً شامل 4 مغز، دانه ها و میوه ها و حشرات است. با منقار قوی و خمیده خود به راحتی می تواند هر مهره ای را پیش کنند. پرنده شماره 1 قرقاول طلایی است. قرقاول های طلایی به خاطر پرهای رنگی درخشان خود معروف هستند. آنها یک تاج زرد طلایی زیبا دارند که نوک آنها قرمز است. قسمت زیر آنها با رنگ قرمز و روشن صورتی است. پهلوها و گلوی برنزه و رنگ زرد است. قسمت بالای پشت قرقاول طلایی زرد و سبز است. آنها همچنین دارای پرهای شانه‌ای تیره و دوم بلند قهوه‌ای و کم رنگ است.
قرقاول های طلایی نر رنگارنگ تر از ماده هستند. آنها سینه ها و پهلوهای قرمز متمایز دارند. پرهای دوم مرکزی آنها نیز دارای نقاط سیاه چشم گیرند. برخلاف قرقاول نر، ماده پرهای قهوه‌ای خالدارتری دارند. قرقاول های طلایی در جنگل های انبوه در غرب و مرکز چین زندگی می کنند. قرقاول های طلایی نر دراز‌تر از ماده هستند. قد نر بالغ معمولاً تا 42 اینچ می رسد. جالب اینجاست که دو سوم طول کل بدن آنها را تشکیل می دهد. قرقاول طلایی پروازهای ضعیفی دارند و بیشتر وقت خود را روی زمین می گذرانند. آنها از انواع کودها، دانه ها و حشرات تغذیه می کنند. امیدوارم مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تشکر از توجه و همراهی شما.